میخواستم چند کلمه ای به شما جناب آقای رهبر حرف بزنم. 10 سال داری میگویی تولید. این سرمایه ملیه من حاصلش هست و خورده زحمت که کشتم به خاطر سیاست های نابخردانه تو و کارگزاران تو امروز به روز افتاده. یه زان باز هستم الان برای نون شبم لنگم مالما از اومد دولت خورده است کفش ملی جنس بهش دادم خورده است از این ور حسابم مسدود کرده است دارایی که مالش یکی دیگه خورده است اینجا خاک بر سر شما با حکومت داریدون کنند چه صافه تا بیان ول کنید و برین این مملکت ها. البته یه چیز گفته ای من خیلی اینا قبول دارم، گفتی ما میخواهم مردم را به عوض برسونیم. من به عوض رسیدم، من امرو به عوض رسیدم. همه این باورهای شما که یه عمر به ما تلقین کردین تمام دروغه. خدا دون، پیغمبر دون، امام دون، دین دون، مذهب دون، همش دروغ و ریا و تزویر و پدر سوخت و بیان رها کنین مملکت ها قبل از اینی که بیگیرن یخدونو میگذرد این 2-3 روزه ولی ننگ ابدیش بر گردنتونه. بسه دیگه خوردین چپیدین ملت را چیز کردین. من یه مبارزی هم سال 42 دارم پیشبینی آینده این مملکت را میکنم که به روز سیاه میشوند بعد از شماها. مردم به زون هم میریزن، قومیت ها، ملیت ها، اینا هر کدوم برای خودشون میخوان بیا تا نمرده ای یه رفراندوم بذار، یه آزادی بده به مردم تا حسی اقلا نامد یه گوشه ای از این ننج دا تمام کنی. حالا من شاکیم، من این فیلمی که دارم میگیرم با نامه هایی که دارم تنظیم میکنم شاکیم، قرامت میخوام. شما به خاطر حماقتتون زندگی منو دود کردید، زبونیمو دود کردید، سلامتمو دود کردید. من که یه دام بازم امروز باید دستمو پیش اینمون دراز کنم با این همه سرمایه که داشتم. من سال 87 رفتم اینم به خاطر ادوار تو بنیاد که یکی از این ترکش ها برام ایزاده تومور کرده بود، وگرنه پامو نگذاشتم، هیچی نستدم از بنیاد، هیچ امکاناتی از دولت. حتی تنها کسی است که با ماشین خودش با اسلحه خودش رفته جنگ اینجا نیانه که دورو بری توانی کسافتی که گذاشتش رئیسی قوه قضاییه به نام آقای محسن یجه کاملا منم میشناسید، منم کاملا نمیشناسمش. چه چه جنایتکاریه سیمای شما رو تو انفرادی فقط نگه داشته. اون پدر سوخته رازینی از اون بدتر، فلاحیان است اون یکشون بدتر. شما یه بان دزد و آدم کش و جنایتکار و مال مردم خورین به نام دین. دین وجوده که داشت که اینا این حاصلش این نبود، دینی نیست. خودتون شما بهتر میدونین که اینا همش دروغه. فقط به خاطر منافع و این زیبای گشادتون ای خدا رحمت کنه محمد رضا شاه را چند دفعه منو گرفتن در دادگاه نظامی 15 سال حبسم کردن بدون اینکه یه تلنگر به من بزنند. برای یه فشنگ و یه نام استنسیل امام ما اون روز یه گروهی تشکیل دادیم به نام گروه توحیدی قصد که رهبریش به عهده خود من بود. من کلشین گفت زمانش را داشتم و اگر منو میگرفتن میدونستن تونستن از من حرف دارن اعدام بودم. من خودم با چند نفر دوستانم این رحیم صفوی یه خائن کثافتی که پرلو تو بس کاملا منو میشناسه.
از این بپرس، شما یه باند زنایت کار آدم کشید. من نمیدونم اصلا آززس آدم که در رابطه با شما چی بگه. در رابطه با چنگیز میتونیم حرف بزنیم، در رابطه با هیتلر میتونیم حرف بزنیم، در رابطه با چه میدونم جنایت کارا تاریخ میتونیم حرف بزنیم، بنی امیه، بنی عباس. یکی کار که شما کردین اونا نکردن. شما اصلا معلوم نیست چی چی هستین، از کجا اومدین، با چه فرهنگی، با چه ریشه ای، چی کارا، چی چیه داری میکنی؟ تو فکر آینده نیست، فکر تاریخ نیستی؟ عجب آیت الله منتظری گفت به خمینی فکر تاریخ باش. ببین امروز هنوز طولی نکشیده دارن شما را تو سوئد محاکمه میکنند. این محاکمه نوری نیست، این محاکمه یه نظام جمهوری اسلامیه. تو اینا باید بدونی محاکمه خمینیه، محاکمه جنایت هاییست که شما کردید و این ملت را به این روز نشوندید. چیزی را در رابطه با شما گم عاجز از گفتن زبان، قلم از نوشتن عاجزه، که شما روی همه جنایتکارای تاریخ ها سفید کردید. چگونه میتونید فردا پاسخگوی تاریخ باشید؟ این دینتون بود، این اسلامی بود که کرامت به انسان میدونید. البته من کرامت پیدا کردم، الان به اوج قدرت رسیدم، میفهمم تمام این باورها دروغ بوده. خالق هستی که من آفرید نه پیغمبر برام میرفسه، نه نیاز به عبادت هم داره، نیت نیازی به بنده هاش نداره. اون خدا با این خدای شما که میگید بکشید و کشته شوید، از روزی که اسلام اومده تا حالا که داریم میبینیم خون و خون ریزی و جنگ و کشتار بوده و تا که یه معلوم نیست باشید، تا روزی که سفره ننگین این مذهب و دین اسلام ورزیده شید، بکشید منو. هرکت که عمرم رو کردم، شکنزادون رو دیدم، منو بس سر رو تخت کشیدن، همین محسنی اژه‌ای، الان تمام مفصل هام فاصله پیدا کرده، غرامت میخوام. از محسنی اژه‌ای شکایت دارم، از فلاحیان شکایت دارم، از رازینی شکایت دارم. به کیم شکایت میکنم؟ به ملت ستم دیدم، به جهانیان. شما که داخل آدم نیستین، شما که اصلا ارزش حرف زدن بادون نیست. اینم دیگه بغضم ترکید، سالها بود میخواستم باد حرف بزنم، داخل آدمت نمیدونم. کسافت، آخه تو چی چی که اینقدر دارید جنایت میکنی؟ فساد هسته ای بهشون هسته بخم چکا. تو فکر کرده ای که روسیه میذاره بغلش یک کشوری هسته ای به وزود بیاد؟ احمق، تو اصلا شعور داری؟ شعور سیاسی داری؟ شعور اقتصادی داری؟ شعور چندون همه بهداشتی داری؟ از اون بر وکسن چیز میکنی، از بر در اقتصاد فضولی میکنی، از بر در همه کاری. تو یه آخوند روزه خونی، تو کسی بوده که تو مشهد روزه یه تومنی میخونده، به پای خودت گم کرده، چه خبره؟ تو همو خامنه ای هستی. اصلا ذات شما روحانیت، ذات گداه زاده هستین. شما هیچ وقت کار نکرده، چی کار کردن شما توی دنیا؟ اصلا تولید آخونی هنی چی؟ تولید شما چیه؟ بازده ایدون بر جامعه چیه؟ جز خرافات، نکبت، مردم را به فقر کشیدن. طول تاریخ تولیدتون این بوده؟ تولیدی جزی نداشتین؟ بیاین آخر عمری خامنه ای به تو نصیحت میکنم، به تو نصیحت میکنم، دست وردار قبل از اینکه این مملکت آسیب سختی را من در انتظار میبینم. بیا یه رفراندوم بذار به خواسته مردم تن بده. تو هم که آخر عمرده یه رو دورت که سقط میکنی،
میری ننگ ابدی بر پیشانی تو خمینی و اونهایی که مدعین بعدن دارن از حالا تیغشون رو تیز میکنن برای بعدن خوابش رو خواب دیده خیر باشه. این خواب تعبیر نداره. روزگاریست که همه ابرو تو قوم اما بدن زدن زمین پامالی در روش. یعنی چی که پامالی در رو امامت میفهم یعنی چی رو امامت یا آخون تو جمعیت میدونی تو همه دار تو میگو مرد وایزا گفت مرد بر خامنه ای تو این دار میبینی میفهمی یا نه نمیذارم بفهمی. من حرف خیلی دارم البته ازش شد که چت پیپرت بینمیزم و سلام.